حبيبي محمد حبيب الله نور الله محمد بقلبي وروحي حبيب الله نور الله محمد حبيبي. یکی از رخدادهای مهمی که در دوران جوانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پیش از بعثت ایشان رخ داد، بازسازی کعبه بود. حبیب الله نور الله محمد تعجب الخلق من دمعی و من آلمی. این تصمیم از آن جهت گرفته شد که ارتفاع دیوارهای کعبه از زمان اسماعیل علیه السلام 9 ذراع بود و فقط اندکی از قد یک آدم معمولی، بلندتر بود و سقف هم نداشت. علی نور الهدى بهل جمالی محمد طبیبی حبیب المصطفی بهل جمالی. و سوی دیگر کعبه به قدری قدیمی بود که بنیادش تحت تأثیر عوامل طبیعی سست شده و دیوارهایش رو به ویرانی نهاده بود. محمد حبیب الله نور الله محمد بقلبی و روحی. 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سیلاب شدیدی تمام مکه را فرا گرفت و نزدیک بود کعبه ویران شود. بدین ترتیب قریش تصمیم گرفتند کعبه را بازسازی کنند. استغفر الله ما لیلا بفاتینتی. قریش برای بازسازی قرار گذاشتند که جز مال حلال از مال دیگری استفاده نکند. لذا سود حاصل از داد و ستدهای ربوی و درآمدهای به دست آمده از تضییع حقوق دیگران را در بازسازی کعبه نمی‌پذیرفتند. جمالی محمد طبیبی حبیب المصطفی بهل جمالی. آنها همچنین برای بازسازی کعبه به هر قبیله بخشی را واگذار نمودند. از این رو هر قبیله سنگ‌های جداگانه جمع کردند و به ساختن خانه کعبه مشغول شدند. محمد صلی الله علیه و سلم و عمویش عباس رضی الله عنه نیز در بازسازی کعبه شرکت کرده و سنگ‌ها را جابجا می‌کردند. محمد حبیب الله نور الله محمد بقلبی و روحی. هنگامی که بازسازی کعبه به موضع حجرالاسود رسید، قریش با یکدیگر اختلاف کردند و هر قبیله می‌خواست شرف و افتخار نسب حجرالاسود را از آن خود بگرداند. اختلاف بالا گرفت و کار به نزاع و ستیز شدید کشید. این نزاع 5 شبانه روز به طول انجامید و نزدیک بود به جنگی سخت در حرم بیانجامد. اما ابو امیه ابن مغیر مخزومی پیشنهاد کرد منتظر بمانیم و ببینیم اولین کسی که وارد مسجد الحرام شود در میانشان قضاوت کند. همه این پیشنهاد را پذیرفتند. من انفول زال فی الراقمی. خواست خداوند متعال بر این بود که اولین نفر محمد صلی الله علیه و سلم باشد و او این افتخار و شرف را به دست آورد. هنگامی که سران قریش محمد صلی الله علیه را دیدند، یک صدا گفتند او امین است، ما او را قبول داریم، او محمد است. حبیبی محمد حبیب الله نور الله محمد. وقتی محمد جوان صلی الله علیه و سلم نزد آنها رفت و از ماجرا اطلاع یافت، فرمود چادری بیاورید و چون آوردند، وی سنگ را روی چادر گذاشت و از همه سران قبایل خواست هر کدامشان یک گوشه از چادر را بگیرد و سپس به آنان دستور داد چادر حامل حجرالاسود را بالا بگیرند. آنگاه با دست مبارکش سنگ را بر جایش نهاد. این مناسب ترین و حکیمانه ترین راه حل بود که به اختلاف قریش پایان داد. برغم من انفو لزال
صلاتي سلامي. این مناسب ترین و حکیمانه ترین راه حل بود که به اختلاف قریش پایان داد. محمد طبیبی